درود بر شما. تهیه این قسمت از سریال روزگار آلترناتیو همزمان بوده با انقلاب جوانان ایرانی علیه حکومتی که به مدت بیش از 40 سال کشورمون رو به بدبختی و انزوا کشونده و اونا رو به بی‌آیندگی مطلق رسونده. جوان امروز نه امکان کار و داشتن درآمدی جز از راه‌های خلاف در پیش رو می‌بینه، نه امکان داشتن مسکن و تشکیل خانواده رو داره و نه از ناحیه حاکمیت جز دروغ و دزدی و خیانت و سرکوب چیزی دریافت میکنه. پس در حالی که دیگه چیزی برای از دست دادن براش باقی نمونده، به خیابون اومده تا تمام خشم و نفرت خودش رو به حکومتی نشون بده که عده‌ای فریب خورده رو راهی جنگ با اونا کرده. ما این قسمت از برنامه هامونو با تحسین فداکاری این جوانان تقدیم انقلاب زنانه و جوانانه ایران میکنیم. در ابتدا به سخنی از دکتر نوری‌علا توجه کنیم و سپس به نشست هماندیشی یاران داوطلب بپیوندیم. با ما باشید. درود بر شما. باور کنید که این روزها نشستن جلوی دوربین و سخن گفتن از مطلبی که کلن بر اساس یک فرضیه نامحتمل ساخته میشه کار بسیار مشکلیه. همچنین اینکه این قسمت از برنامه که سهم منه جمعه ها ضبط میشه، بعد فرستاده میشه برای دوستان حزبیمون، بعد دوشنبه ها در جلسه ای که میشینیم با هم هماندیشی میکنیم نمایش داده میشه و سپس کل برنامه در پنجشنبه منتشر میشه، کار رو برای من یکی سخت تر میکنه. چرا که در تمام این روزها نسل نازنین جوانان کشورمون به خصوص دخترهای عزیز کرده خانواده ها رو میبینم که برای کمترین حقوق خودشون به خیابون اومدن و بسیاریشون به دست دشقیم جماران به خاک و خون میغلطن. این مناظر جز اینکه قلب پیرمردی مثل من رو پاره پاره کنه نتیجه ای نداره. دست و دلم برای تهیه برنامه ها پیش نمیره و گاه احساس شرمندگی میکنم که در میانه این هیاهو دارم درباره مطلبی صحبت میکنم که همونطور که گفتم بر اساس یک فرضیه نامحتمل ساخته شده. و اون فرضیه چیه؟ وجود عده‌ای آدم وطن دوست که نتایج خطرناک و وحشتناک خلأ رهبری رو به چشم خودشون میبینند و مصمم میشن که سازنده بدیل مدرن و بروز و آزادی خواهی در برابر این رژیم پس فطرت و خوناشام مسلط شده بر کشور ما میشن. یعنی از همون آغاز سال 2022 که توشیم و تهیه برنامه های روزگار آلترناتیو رو شروع کردیم و طرح پیشنهادی خودمون رو برای ساختن آلترناتیو مطرح کردیم، همواره بر این تاکید داشتم که اگر عده‌ای مصمم پیدا بشن که بخواهند آلترناتیو سکولار دموکراتی رو برای مقابله با حکومت اسلامی بسازند، اونگاه قدم‌های بعدیشون چنین و چنان خواهد بود. اما هر روز و هر شب که تصاویر مبارزات جوانان ایران رو می‌بینم، از خودم می‌پرسم که آیا هنوز اون عده مصمم پیدا نشدند که بتونن سر و جان خودشون رو قربانی این ماجرا کنند؟ و آیا اگر این عده مصمم وجود داشتند میتونستند بر سر اهدافی که نه بر اساس ایدئولوژی های اسپیش ساختشون بلکه بر مبنای خواستها و آرزوهای همین جوانای از جان گذشته در کف خیابونهای شهرهای ایران فرموله بکنند و بر سرش توافق بکنند؟
و آیا توافقشون میتونه مبنای گرد هم آمدن وطن دوستان بیشتری بشه؟ یا آیا خواهند توانست برای خودشون منابع حقانیت لازم را فراموش بکنند؟ یا آیا فرصت خواهند داشت که تشکیلات مناسبی رو به وجود بیارند، اعلام موجودیت کنند و کارشون رو طوری منظم کرده باشند که جوانهای ایران اونها رو به رسمیت بشناسند و صدا کنند؟ چون بدون دعوت اونها که آلترناتیویش نمیگیره. اما توجه کنیم که این اصلا حرف تازه‌ای در جمع ما نیست. ما 11 سال پیش در هنگامی که جنبش سبز در ایران به وجود آمد، به فقدان یک آلترناتیو مورد تایید مردم اشاره کردیم. حتی طرح خودم رو هم ارائه دادیم. 250 نفر طرح رو پسندیدن و زیر اون امضا کردن. بعدش هم شخص شاهزاده رضا پهلوی خودشون با ما تماس گرفتن و خواهان دیدار شدن و ما چند نفری به عنوان نمایندگان شبکه سکولارهای سبز به دیدارشون رفتیم و قرار شد جزئی از اون عده مصمم باشیم. اما متاسفانه انتخاب اهدافی بی ربط با خواستهای مبارزان داخل کشور و همچنین برگزیدن آدمایی که در این زمینه هستن شناختی نداشتند، اون برنامه رو درست در آستان تشکیلات دهی به شکست کشوند. بعد بحث بر سر این شد که خب سکولار دموکراسی یک نظریه جدیدیه و سکولار دموکرات‌های ایران هنوز همدیگر رو نمیشناسن که بتونن تبدیل به یک نیروی منسجم میشن. پس در 9 سال پیش شبکه سکولارهای سبز رو تبدیل به جنبش سکولار دموکراسی ایران کردیم و قرار شد مرتبا گرد هم بیاییم. اولین کنگره خودمون رو هم در همون سال برپا کردیم و همچنان در اون کنگره هم حرف اول رو ضرورت ایجاد آلترناتیو اعلام کردیم. خب کارمون رو شروع کردیم. هر ساله در یه جای دنیا دور هم جمع شدیم. سکولار دموکرات ها با همدیگه آشنا شدن و بالاخره در این 9 ساله ما موفق شدیم که سکولار دموکراسی رو تبدیل بکنیم به گفتمان اول و قالب اپوزیسیون. اما در میان عده وسیعی که خودشون رو سکولار دموکرات میدونند، به نظر من هنوز در مورد هدفهای یک آلترناتیو مؤثر توافقی صورت نگرفته و به این بپردازیم که چرا. ببینید، این روزها در راستای یافتن راه حلی برای توافق ما بین سکولار دموکرات ها یک نظریه جدیدی در جمع ما مطرح شده که رو به همین جوانانی داره که در خیابان‌های ایران مبارزه می‌کنند و دیگه متوجه اون دونکیشوت‌هایی که در یخچال سیاست روزهای معینی از تاریخ قرن گذشته فریز شده و یخ بسته‌اند نیست. این نظریه چیه؟ به نظر من پیدا کردن تضاد اصلی. در هر جامعه ای همواره تضادهای مختلفی وجود داره، اما اول کار باید پیدا کردن تضاد اصلی باشه. تضاد اصلی امروز ما چیه؟ به نظر من همون تضادیه که مضمون تمام تلاش‌های یک قرن اخیر ملت ایران بوده. و حالا عرض کنم که اسم خودشو گذاشته ایجاد جبهه متحد مشروطه نوین.
اما این مشروطه نوین مسلماً ریشه در اون مشروطه 116 سال پیش داشته که در اونجا اون محتوای خودش رو به صورت تقابل بین مشروطه و مشروعه نشان داد و به نظر من هنوز هم تضاد اصلی در جامعه ما تضاد بین مشروط خواهی و مشروع خواهی است. بله، ما 100 سال بیشتره که خواسته ایم حکومت رو مشروط به قانون برخواسته از اراده و خواست ملت بکنیم و در مقابل اسلامی های سیاسی شده به جای قانون از شریعت مندرآوردی خودشان که به خدا منسوبش میکنن حرف زدند و مانع توسعه و رشد مملکت شدند و خب عاقبت هم در سال 57 تونستند قانون مشروطه رو تعطیل کنند و حکومت ولایت فقیه رو بر مملکت ما مسلط کنند، یعنی همان حکومتی که امروز جوانان ایران رو ذله کرده، آنچنان اذیتشون کرده که جان خودشون رو به خطر انداختند و به مقابله با اون برخواستن. میتونیم بپرسیم که چرا چنین شده؟ چرا این اسلامیست های خونخوار بعد از 72 سال حکومت مشروطه تونستند اون رو تعطیل بکنند و قرائت ضد انسانی خودشون رو بر جامعه تحمیل کنند؟ من جواب شخصی خودم رو میتونم بدم. به نظر من برای اون که این مشروط طلبان بودند که چون در قدرت نشسته بودند تضاد اصلی رو فراموش کردند و به جان هم دیگه افتادند. اون هم بر سر چی؟ بر سر این که از چه راهی میشود خواستهای مشروطه را متحقق کرد. یعنی همشون خواستهای مشروطه را قبول داشتند، اما هر کدوم یه راه حلی میدن. در غیر این صورت اصلا چه کسی میتونه بگه که چهره های نشسته در قدرت ایران در اون 72 سال مشروطه کدومشون مشروع خواه بودن؟ اسمشون رو بیاد بیاریم: تقی‌زاده، ده خدا، عشقی، ملک الشعرای بهار، رضا شاه پهلوی، فروغی، داور، قوام السلطنه، دکتر محمد مصدق، خلیل ملکی، نصرالله انتظام، محمد رضا شاه پهلوی، امیر عباس هویدا، شاپور بختیار. آخه کدوم یک از اینا مشروع خواه بودند و به سعادت ملت ایران فکر می کردند؟ اما به نظر من هنوز هم در همین اپوزیسیون آشفته همچنان بیشتر سخنها از دعواهای درونی مشروط خواهان قابل شنیدنه تا تضاد عمیق همه اونها با مشروع چیها. در حالی که اقتضای شرایط امروز بازگشت آگاهانه به همین دعوای یا به همین تضاد اصلی رو ایجاب میکنه. خودتون دیگه این رو میتونید ببینید. امروز جوانان ما برای دعوای مصدق و محمد رضا شاه اهمیتی قائل نیستند و شاید هر دوتاشون رو سرزنش کنند که چرا به جای از بیخ کندن ریشه آخوندهایی که خودش رو روحانی میدونند و همیشه هم سد راه پیشرفت مملکت شدند با هم جنگیدن و حتی امروز هم واقعیت‌های روزمره رو فراموش میکنن و باز هم با همون دعوای مصدق و شاه، اون دعوای عبث و ایران خراب کن، دارن ادامه میدن. من امروز ترجیح میدم که اگر کسی یا کسانی پیدا شوند که در توان خودشون تشکیل آلترناتیو سکولار دموکرات رو ببینند، همشون از میان کسانی باشند که از این گذشته شکست خورده حرف نزنند
و با تمرکز بر مبارزه با اسلامیست های حاکم و نپرداختن به هر موضوع اختلاف برانگیز دیگه در راستای آزادی و رفاه ملت ایران بکوشند. اگر چنین عده مصممی که مسلماً به کمک پیرمردی مثل من احتیاج ندارند در بین همین جوانان تحصیل کرده خارج کشور پیدا بشه، میشه امیدوار بود که اپوزیسیون ما به زودی صاحب یک آلترناتیو مدرن و رزمنده برای مقابله با حکومت مستقر بر ایران خواهد شد و مبارزات کنونی جوانان ما در داخل کشور به صورت یک ماجراجویی تمام عیار در نخواهد آمد. من معذرت میخوام که حرفای این هفتم بیشتر شبیه درد دل شد تا ادامه بحث درباره روند آلترناتیو سازی. اما یقین دارم که شما دوستان هم پیمان و هم وند من هم ترجیح میدید که این برنامه رو در ارتباط با موضوع آلترناتیو اما به بحث درباره حوادث امروز اختصاص بدیم. ببینیم چی میشه. ممنون. خب دوستان، عرایض من رو در ابتدای برنامه شنیدید. امروز خانم قیاسفند برای رسیدگی به درس و مشقش مرخصی گرفته و من هم داوطلب شدم که جلسه رو من بگردم. بنابراین من دیگه حرفی جز اون این همه حرفی که قبلا زدم ندارم که ارائه بدم و از شما تقاضا میکنم که نظرات خودتون رو در این مورد بیان بفرمایید. منتظر میشم که عدد یک رو بزنید و من صداتون کنم برای اینکه گفتگو رو آغاز کنیم. خانم شبنم بدری یک زدن، بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. مرسی، ممنون آقای دکتر، خسته هم نباشید. خب فکر میکنم مشکل مردم ایران با جمهوری اسلامی از نظر یک سری از مردم تبدیل شده به یه بیماری مزمن که شاید براش حداقل در کوتاه مدت هم راه علاجی نمیبینن و یه عده سعی میکنن که باهاش به نوعی بسازن و کنار بیان. ولی اون در رو که در نظر نگیریم، عده دیگه از مردم هستن که مبارزه با جمهوری اسلامی رو جدی میگیرن و امید به پیروزی هم دارن. بخشی از اون افراد الان در حال مبارزه در خیابان ها هستن توی شهرهای مختلف کشور. اونها انتظار دارن همونطور که ایرانی های خارج کشور با دیدن اونها و شجاعتشون انرژی میگیرن، ایرانی های خارج کشور هم صدای اونها باشن، صدای اونها رو به گوش دنیا برسونن که اونها هم انرژی بگیرن. پیام های زیادی رو توی شبکه های اجتماعی می دیدم که همچین مضمونی داشت که شما هم کاری بکنید که ما انرژی بگیریم. فکر می کنم اگر این پیام ها رو هم ندیده بگیریم، خودمون خود به خود باید بدونیم که این کار حداقلی که می تونیم انجام بدیم. حالا افرادی رو در نظر بگیریم که حالا ادعا میکنن که فعال سیاسی و مدنی و حقوق بشر و غیره هستن. یه عده از این افراد که خب اکثرا خارج کشور هم هستن، هنوز مشغول دعواها و تصفیه حسابهای قبلی هستن، هنوز مشغول صحبت در مورد چپگرایی، راستگرایی، پادشاهی‌های جمهوری‌خواهی، طریقه اداره کشور و غیره و غیره هستن. نمیخوام بدبینانه نگاه کنم، ولی بعد از گذشت این همه سال گاهی اوقات فکر میکنم که واقعا از روی ناگاهی این حرفا رو میزنن کسایی که هنوز این بحثا رو مطرح میکنن یا پای این بحثا میشینن یا موضوع جمهوری اسلامی هستن، یا اینکه انقدر خودخواهی و تمامیت خواهی دارن که نمیتونن خودشون رو تغییر بدن. فکر میکنم یکی از موارد مهم برای رسیدنمون به پیروزی اینه که حداقل این افراد رو از دایره توجه خودمون حذف کنیم.
این روزها دارم بیشتر از گذشته به این صحبت شاهزاده میرسم که واقعا نباید وقتمون رو تلف این عده بکنیم. خب توی برنامه های گذشته راجع به اهدافمون صحبت کردیم و اهداف اصلی که داریم. خب در میانه راه لازم میشه که یه سری اهداف میانی رو هم تعیین کنیم. فکر میکنم غیر از اون نیاز داریم که علاوه بر گول ها یه سری ضد هدف یا آنتی گول رو هم تعیین کنیم. خب اهداف چیزهایی هستن که ما میخواییم بهشون برسیم، میخواییم که اتفاق بیفتن، و ضد هدف چیزهایی هستن که نمیخواییم اتفاق بیفته. فکر میکنم باز یکی از مهمترین چیزهایی که نمیخواییم اتفاق بیفته اینه که سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتر از این به تعویق بیفته. تا الان هم خیلی دیر شده، ولی خب ای کاش کاری بکنیم که دیگه دیرتر نشه. واقعا دیدن این صحنه ها خیلی دردناکه و دیگه داره از تحمل حداقل فکر میکنم بیشتر ماها، حداقل افرادی که من باهاشون صحبت میکنم، خارج میشه. ولی با این حال یه مسئله این روزها مدام مطرح میشه، مسئله وظایفی که ایرانی های داخل کشور دارن و وظایفی که ایرانی های خارج کشور دارن. مسلماً ایرانی های خارج کشور نباید و نمیتونن برای ایرانی های داخل کشور تکلیف تعیین کنن، ولی فکر میکنم شنیدن یه سری از صحبت ها هم توسط ایرانی های خارج کشور برای ایرانی های داخل کشور خوشایند نخواهد بود. صحبت های مثل این که بگن کاری از دست ایرانی های خارج کشور بر نمیاد، یا فعالیت های فعالین سیاسی احزاب و گروه ها رو در خارج کشور به سخره بگیرن. فکر میکنم این حرف ها اون هم در این زمان فقط حالا به ذهن من این رو میرسونه که بعضی از افراد، ایرانی های خارج کشور، چه مردم عادی چه فعالا، نمیخوان آب تو دل خودشون تکون بخوره، نمیخوان هزینه ای بدن. تغییر مسلما هزینه داره. ای کاش که نذاریم تمام این هزینه رو گلهای داخل ایران بدن. مرسی، ممنون. خیلی متشکرم خانم بدری. نفر بعدی آقای بیژن آتشینجان است. بفرمایید. قبل از همه چیز من میخواستم با زبون بچه های دهه 80 که الان بیشترشون تو خیابونن بگم دمتون گرم. نه میخوام بهشون بگم که حالا که کشته دادید بهتون تسلیت میگم. واقعا فقط میشه بهشون دمتون گرم گفت. یه نسلی هن که با نسل ما با فاصله زمانی حالا 20 یا 25 سال واقعا فرق دارن. خیلی از خصوصیات اخلاقیشون شاید ما ندونیم، خیلی هاشم شاید بدونیم، ولی طبیعتا مدلی که بزرگ شدن در معرض اطلاعات، در معرض اینترنت بودن، یه فضای بازتری براشون وجود داشت، چیزهایی رو دیدن، چیزهایی رو تجربه کردن که ما تجربه نکردیم. یک تفکر به قول معروف میتونم بگم لیبرال تری نسبت به ماهای همسن و سال خودم رو دارم میگم داشتیم که تو دهه 60 رفتیم مدرسه، خفقان بود، جنگ بود، کسی به اون صورت نمیتونست حرفی بزنه، علیه حکومت صحبتی کنه، یا کارش به زندان میکشید یا اعدام میشد یا معلوم نبود از کجا سر در میاره. ولی نسل اینها اینطور نبوده واقعا. و اینکه من تعجب کردم از اینکه این بچه‌ها با این دل و جرأت دارن میان بیرون و اصلا یه صحنه عجیب غریبی رو خلق میکنن. آدم اخبار رو میبینه، حالا با وجود این قطع اینترنت و داستان‌های دیگه که جمهوری اسلامی به وجود آورده از داخل، با این اخباری که به هر حال داره میرسه، صحنه‌های عجیب غریبیه، بسیار من میگم شگفت انگیز که اینها با دل و جرأت جلوی اون مامورا وای میستن. میدونن که ممکنه تیر بخورن، بهشون تیراندازی بشه، کشته بشن، ولی خیلی راحت میرن و سعی میکنن از اون چیزی که بهش اعتقاد دارن دفاع کنن و به اون حقی که میخوان برسن. حالا برمیگردیم به اون قسمت از حرفای شما که در مقدمه برنامه گوش دادیم، اون توافق اپوزیسیون ها که باید به هر حال انجام شه به یک حالت نان ایدئولوژیک که بحث ایدئولوژی توش وجود نداشته باشه، و اینکه بخوان به اون هدف اصلی که براندازی رژیم جمهوری اسلامی برسن،
و به قول معروف جلوی اون مشروعه بخوان در بیان، این لفظی که دقیقا ترجمه لجیتیمسی نیست، بخوان جلوی اون مبارزه کنن و یه جور اون از صحنه پاک کنن. چون به نظر من توی بحث سیاسی اصلا بحث مذهب در اداره کشور یک بحث ربطی به بحث اداره کشور و اداره مملکت نداره و افراد و اشخاصی رو میطلبه که خب تحصیلاتشون چیزهای دیگه است، درک و آگاهی نسبت به مسائل دیگه، نسبت به جامعه، نسبت به سیاست، اتفاقات روزمره، ژئوپلیتیک و دانش‌های از این نظیر دارن، تا اینکه به این فکر کنن که چجوری باید برن به جای مذهبی و نماز بخونن و دعا کنن و چیزهایی که واقعا شاید، حالا من میگم، نمیگم کاملا، نمیگم نباید باشه، شاید چیز شخصی باشه، شاید هم نباشه. ولی با اتفاقاتی که تو این چند روز افتاد و حضور پررنگ شاهزاده در تجمعاتی که بود، با دادن با صحبتهایی که کردن، اطلاعیه و بیانیه‌هایی که دادن، و طبیعتا من فکر میکنم به هر حال یک قسمت از این کارها به قول معروف ورق بازی کردن رو نخواهد بود، چون اگر بخواد این اتفاق بیفته خب طبیعتا عوامل جمهوری اسلامی رو خواهند فهمید و جلوش رو خواهند گرفت. من هم امید دارم، هم فکر میکنم که شاهزاده خیلی بیشتر از این و خیلی قوی تر از این حرکتهایی رو انجام داده باشه و در آینده هم از ایشون ببینیم، چون به نظر من تنها شخصی که میتونن این موج رو هدایت کنن، این حرکت رو هدایت کنن و یک اپوزیسیون و یک آلترناتیو واقعی قوی خارج از کشور به وجود بیارن، ایشون هستن، چون به هر حال اون لجیتیمیسی رو که دارن و طبق گفته‌های خودشون هم یک سکولار دموکرات واقعی هستن. و اینکه بعضی از دوستان صحبت میکنن، تو بعضی جاها من میبینم یا میشتم یا در توییتر، تحرکات مجاهدین هست. خب مجاهدین رو شما اگر بخواید با دیدگاه این بچه‌ای که الان تو خیابونن مقایسه کنید، تقریبا بچه‌ای که الان تو خیابونن بهشون میگی مجاهدین، میگن کیا رو میگی؟ مثلا افغانستان رو میگی مجاهدین؟ هیچ گونه شناخت خاصی از اینها ندارن و طبیعتاً هیچ گونه لجیتیمیسی هم در دیدگاه اینا اصلا نخواهند داشت. یعنی وقتی بعضی جاها من میشوم که ممکنه مجاهدین رو بخوان بیارن سوار کنن حالا هر جوری تو مملکت، من به شخصه این قضیه رو از این قضیه یعنی ترسی ندارم، چون اون بچه‌هایی که الان من کف خیابون میبینم اصلا در فردای ایران آزاد یک سیستم شبه جمهوری اسلامی رو، بیا شاید هم بدتر از جمهوری اسلامی رو، اصلا قبول نخواهند، اصلا نمیپذیرن. این اتفاقاتی که الان داره میفته ده ها برابر ممکنه اون روزی که، اگر، حالا من نمیگم به چند درصد یا احتمال چقدر است، میگیم حتی 1%، مجاهدین روی کار باشن بخوان قبول کنن. و اینکه من فکر میکردم که یک پیش خودم فکر میکردم یک گسست فرهنگی یا شناختی یا زمانی بین ما و این بچه ها وجود داره و باید طبیعتاً هم باشه، چون خیلی از کارهای اینها رو من هنوز درک نمی کنم. ولی به هر حال یک حرکتیه که انجام شده، شاید خیلی از ما هم فکر نمی کردیم این بچه ها، یعنی ویدیو من می بینم بچه 14-15 ساله، من خودم واقعا 14-15 سالم بود جرئت نمی کردم چنین کاری بکنم، میره جلو این مامورین، اون هم دختر، یا حتی بچه های سنهای پایین تر 10-12 سال هم من دیدم تو ویدیو، اصلا یه چیز عجیبیه. با اینکه دیدن، با اینکه حتی خانواده های خیلی هاشون بهشون هشدار میدن و میترسوننشون، میگن ما میریم، نه برای ما مهم نیست و میریم تو خیابون. خب این یه جوی که به وجود اومده، الان اگر به درستی ازش استفاده نشه، اون پوزیسیون واقعی و اون آلترناتیو زودتر شکل نگیره، این نسل هم ممکنه مثل نسل ما و نسل قبل از ما و نسل‌های قبل از ما به کنار بره، سرکوب بشه و یک امید واقعی که الان به وجود اومده دوباره بخواد بیفته عقب‌تر. به هر حال این رژیم رفتنیه، ولی چرا الان نره؟ منظور از الان، حالا شاید امروز نه، شاید فردا نه، ولی در آینده نزدیک چرا با این اتفاقات نره؟ چرا باز بخوایم ما یه نسل و نسل دیگه صبر کنیم تا این اتفاقا بیفته؟ به هر حال آرزوی هر ایرانی اینه که بالاخره یه روز بتونه مملکتش رو ببینه، به مملکتش برگرده. و چرا اونجا زندگی نکنیم ما؟ اگر خونه آدم تو آتیش نبود، کسی که از خونش بیرون نمی اومد.
کاری که الان ما میتونیم بکنیم آگاهی دادن، کارهایی که میتونیم انجام بدیم، تجمعاتی که ایرانی ها در خارج از کشور دارن برگزار میکنن جلوی سفارتخونه های جمهوری اسلامی، هر کاری که میتونن، شناسایی مامورای جمهوری اسلامی خارج از کشور، بیابرو کردنشون، به هر حال هر کاری که از دستشون بر بیاد که بشه یک کمک و یه پشتگرمی برای بچه‌هایی باشه که تو ایران واقعا میتونم میگم جونشون رو کف دستشون میگیرن هر روز میرن بیرون. از من تمام، ممنونم. خیلی متشکرم. عرض کنم که نفر بعدی خانم سارا فرزان وقت گرفتن. بفرمایید خانم فرزان. بله، در ابتدای صحبتم میخوام سر تعظیم فرود بیارم بر شجاعت، عظمت و جانفشانی که این روزها در 10 روز هست که و هنوز هم ادامه داره، زمانی که ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم، که مردم ما دارن از جون خودشون مایه میذارن و در کف خیابون هستن. و میشه گفت در واقع من خودم به شخصه حس میکنم که این مقطع از تاریخ ما نقطه عطف رنسانس ایرانی باید نامگذاری بشه. اینکه مردم علیه مذهب با شجاعت قد علم کردن، امروز نماد جامعه اسلامی که این حاکمیت جهل و جنون و استبداد دینی داره بهش تحصیل میکنه، همین حجابیه که بر سر زنان گذاشتن و امروز زن ایرانی اومده و این رو داره به آتش میکشه، داره این رو به آتش میکشه به عنوان نمادی که زندگی و آزادی او رو به آتش کشیده و این باعث غرور ما ایرانی ها در سراسر دنیا شده و یک جوری میخوام بگم حاکمیت ما، حاکمیت آچمز شده در این مرحله، در واقع نمیدونه دارد چه کار بکنه. با نسلی روبرو هست که این نسل با آزادی و دنیای مدرن پیوند برقرار کرده و میدونه با در دنیای مدرن و حاکمیت های مدرن مردم چگونه به حقوق اساسی و به دموکراسی دست پیدا می کنن و چه احترام و کرامتی از انسان وجود داره در حکومت‌های مدرن. بنابراین این نسلی که امروز قد علم کرده در برابر این حاکمیت، نسلیه که اگر فلسفه سکولاریسم رو ندانه، سکولاریسم رو داره فریاد میزنه. اینجاست که ما در این برنامه علارغم اینکه اسم برنامه ما، با وجود اینکه اسم برنامه ما روزگار آلترناتیو هست، اما اینجا ما به دنبال این هستیم که ببینیم چه درسی رو طبقه روشنفکر و الیت اپوزیسیون خارج از کشور از این اتحاد و از این در واقع جانفشانی میگیره و آیا با دیدن اینها، من فکر میکنم همه دوستانی که سالها، همه اپوزیسیون روشنفکرانی که سالها اونها هم دلسوز بودن به نوعی، ولی خب باید در یک مقطعی همینطور که الان در ایران این اتحاد وجود داره، الان وقت این هستش که ما هم در پاسخگوی اون اعتماد و اتحادی باشیم که داریم میبینیم در بین مردم و در این سو ما هم باید در واقع این رو حرمت بذاریم، ارج بذاریم و دست از یک سری از در واقع اختلافهای اندیشهی برداریم و در این مقطع تاریخی به یک اتحادی برسیم. این افراد مصمم هستن که امروز باید همه چشم بر تفاوتهای اندیشهیشون ببندن و در کنار همدیگه با اتحاد در مقابل این حرکت مردم به فکر این باشن که آینده طرح و برنامه‌ای تدوین بکنن که مردمی که در داخل هم هستن به تداوم مبارزه، به ادامه مبارزه، که این اعتراض‌ها، این اعتراض‌ها به سمت اعتصابات سراسری بره، اعتصابات به سمت میدان میلیونی بره و در نهایت فلج بکنه حکومتی رو که مردم رو فلج کرده، روح مردم رو فلج کرده و از بین برده. بنابراین امروز روز در بخش روزگار آلترناتیو ما به اینجا میرسیم که حالا باید این گوی و این میدان
مردان در واقع سیاسی، مردان اندیشه‌ای، اونهایی که دل در گروه نجات ایران دارن در کنار هم جمع بشن و با یک عزم و تصمیمی و کنار گذاشتن اختلافات طرح و برنامه‌ای رو برای آینده بسازن. مردم ما عملا آلترناتیو رو دارن فریاد میزنن. آلترناتیو مردم ما یک حکومتیه که دیکتاتور نیست، مذهبی نیست و حقوق مردم رو بهش میده. مردم ما دارن به نوعی میگن ما سکولاریسم میخوایم، جدایی مذهب رو میخوایم از تمام ارکان قانونگذاری و حکومت. با صراحت میگن آخوند برو گم شو و میگن و صدا میزنن که ما آزادی میخوایم، ما زندگی میخوایم. اگر آزادی و زندگی رو در قالب دموکراسی ببریم و فریاد تنفر از روحانی و مذهب رو در واقع سکولاریسم بدونیم، این مردم آلترناتیوشون رو انتخاب کردن، یک آلترناتیو سکولار دموکرات هست. بنابراین در خارج از کشور نیاز هست افراد مصممی که اشتراکات فکری بر محوریت سکولار دموکراسی رو دارن، حفظ تمامیت و یک پارچگی ارضی کشور رو دارن، در این مقطع با وجود 4 و 5 عامل اصلی اشتراکی کنار یکدیگه بشینن و برای مردمی که آلترناتیو سکولار دموکراسی رو دارن فریاد میزنن، یک آینده، یک طرح و برنامه سکولار دموکراسی رو تدوین بکنن. در بحث افراد مصمم به اینجا میرسیم که حقیقتا در این مرحله در مقابل اون تصمیم بزرگ ملت که جونشون رو در کف دستشون گذاشتن و در کف خیابون هستن، افراد مصممی در این سوی مرزها میخواییم که در واقع بتونن این اتحاد و یک پارچگی رو پاسخگو باشن. من فکر میکنم ایرانی ها در هر جای دنیا که هستن یک روح واحد دارن. امروز ما در سراسر دنیا این اتحاد رو دیدیم و دیدیم طیف‌های مختلف اندیشه‌ای با همدیگه اومدن در یک میدان، در یک خیابون جمع شدن و شعارهایی رو دارن میدن که همان مردم کف خیابون دارن میدن. این اتحاد بی نظیره، بی بدیله و همونطور که گفتم رنسانس تاریخی مردم ایران علیه مذهب کلیدش زده شده با صراحت. سپاسگزارم. خیلی ممنونم خانم فرزان. عرض کنم که به حساب من که کرونوت دستمه، ما یه 8 دقیقه دیگه ای وقت داریم. نفر بعدی هم که وقت گرفته آقای افشین بابازاده است. بفرمایید آقای بابازاده. پیش از هر چیز درود به مردم ایران و جوانان ایران و به ویژه زنان. نکات که شما در ویدیوتون گفتین خیلی جالبه. اسامی که آوردین آقای دکتر، این اسامی اکثرا غیر اپوزیسیون بودن و این به نظر من قابل چیزه، خیلی فاحش بود این مسئله که اسامی که آوردین که اینها به نوعی به هر حال سکولار به مشروطیت رو قبول داشتن و مشروط خواه بودن. من هیچ فرد اپوزیسیون توش ندیدم از زمان گذشته، به خاطر اینکه برای منم غیر منتظره نبود، چون که این سازمان های سیاسی پیش از انقلاب یا پیش از این دوران هرج و مرج 57 سازمان های توهم زا بودن و خیال پرداز بودن و آگاهی به اصطلاح عمومی هم در سطح جامعه وجود نداشت که چی میخوان و چی نمیخوان، به هیچ وجه وجود نداشت. اگر کسی امروز بتونه ثابت بکنه که در دوران 57 یک آگاهی عمومی وجود داشت که چی میخوان و چی نمیخوان، در واقع دارن دروغ میگن و به این خاطر مثلا تو حالا مثلا ثابت بکنن و به همین خاطر مثلا اینها با همون فرهنگ 57 همچنان دنبال آلترناتیو سازی هستن و این یک بحرانی است که با خودشون دارن هم میکنن. ولی این مردم که امروز در خیابان‌های ایران هستن، نه در یک شهر، نه در دو شهر، در بیش از 85 شهر، یعنی شهرهایی داره نامشون روی نقشه ایران به مردم معرفی میشه که اصلا خیلی نشدیدن. من آدمی شدم که نویسنده بسیار مهمیه در ایران و در لندن بود، باش صحبت میگم اسم یه شهر رو نشدیم بسیار و این مردم بلند شدن شهر تسخیر کردن و این شعارها و خواسته هایی که در سرتاسر ایران دیده میشه امروز برخلاف زمان هرج و مرج 57 که اسم میبرن انقلاب، به نظر من یک درش یک آگاهی عمومی بسیار
قوی وجود داره و این اصلا غیر قابل انکار نیست و قابل اصلا قابل میشه محسوس این آگاهی عمومی که وجود داره. شاید شما بگید مثلا یه چیزی شبیه این در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد، شاید تنها انقلابی که میشه گفت یک همچین خیزشی شده و یک آگاهی عمومی، ولی خب اون زمان اکثر مردم با هم ارتباط نداشتن چون در اون اونجا قرن 18 هم صحبت میکنیم، ولی در قرن 22 در قرن 21 ما زمان دارم صحبت میکنیم که مردم هم ارتباط دارن و این آگاهی رو بهش رسیدن با همدیگه و نه تنها یک جوانترین نسل که در خیابان ها داره با اینا مبارزه میکنه، حتی نسل پدر و پدر بزرگشون تا دو نسل قبل. چرا که دو نسل قبلش شعارش چی بوده؟ ما انقلاب کردیم، چه اشتباه کردیم. یعنی این اصلا باور نکردنی از اون شروع میشه و به اینجا میرسه که نسل جوانتری که انرژی داره تو خیابون میتونه بوده و اینا زد با اینا درگیر بشه، میگه مرگ بر اصل ولایت فقیه. و این به نظر من یک اتفاق بسیار بسیار مهمی از نظر تاریخی و اگر شما فقط کافیه به حتی توییت نوشته که آقای سروش نوشته توجه بکنین، در اون وحشت از بین رفتن نهادهای مذهبی است، اینو بخونین، امروز در اومده یا دیروز در اومده، نامه ایش به اینا نوشته، نامه ایش به اصطلاح سرباز، و این نشون میده که مردم دقیقاً آگاهیشون به کجا رسیده و این آگاهی به نظر من آگاهیش به اون نظریاتی است که شما سالها دادین از حداقل 20 سال گذشته و به اون چیزی که ما راجعش داریم سالها صحبت میکنیم و اونهایی که در رابطه با مشروطیت و مشروط خواهی که شما اسم آوردین، تمام اون افرادی که اسم آوردین به غیر رضا شاه و محمد رضا شاه شخصیت فرهنگی سیاسی مهم تاریخ معاصر ما هستن، در این اسامی که آوردین و فکر نمی‌کنم که عمدن این کارو کردین، این طبیعتاً بوده، این اسامی یک کدوم از شخصیت سیاسی اون دوره درش جا نیافتادن چون اعتقاد نداشتن یا حداقل براشون روشن نبوده که مشروطه‌ها هستن یا غیر مشروطه‌ها، براشون واقعا این ابهام در ذهنیتشون وجود داشتش، حتی فیلسوف‌ترین و باهوش‌ترینشون که میشه از اون اسم آورد. بربار خیلی متشکرم و من فکر می‌کنم که این دوران رو با دوران امید به آینده نگاه کرد، هیچ چیز دیگه نیست، یک لحظه‌اش، یک ثانیه‌اش حتی به گذشته و به اون ارتجایی که 57 از خودش بروز داد، تزریق کرد تو جامعه و تشویق کرد در جامعه وجود نداره، همهش تمامش لحظه به لحظهش قدم به قدم به هر خونی که میشه که رو به آینده است و این آیندهی که دست آیندهی که به نظر من آینده امیدوار کننده است و در این امیدوار کنندگی میتونیم بگیم که سکولار دموکراسی خواهد بود، میتونیم بگیم که مشروط خواه خواهد بود، میتونیم بگیم قانونمندی رو میخواد، نه چیز بیشتر از این نه کمتر از این. متشکرم. خیلی ممنونم. خب وقت ما هم در همین جا به پایان میرسه و امیدوارم که در هفته پیش روی خودمون شاهد پیروزی های بیشتر عرض کنم که ملت ایران باشیم. خب فرصتی نشد که پای سخنان آقای سلجو و آقای مکرمی بشینیم و آقای داراوی و همچنین آقای سایی هم که دیر رسیدن و فرصت رو از دست دادن. اینی که پس برنامه رو تموم شده تلقی میکنیم و بحث خودمون رو ادامه میدیم. مرسی.